از ابتدای سال 1402 خامنه‌ای موضوع انتخابات را مطرح کرد و از همان زمان برنامه‌ریزی کرده بود که با تقلب گسترده بتواند دستاوردی برای نظام بحران زده‌اش بسازد. رئیسی جلاد حرف خامنه‌ای را اینطور تکرار کرد: در حوزه سیاست داخلی امسال سال انتخابات مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان است. برنامه دولت زمین سازی برای مشارکت پرشور مردم و تشکیل مجلس قوی است. دولت به هیچ جناحی وابستگی ندارد. این التماس درخواست‌های خامنه‌ای تا لحظه آخر ادامه داشت. شما میگید رأی دادن ممکنه بیفایده باشه. خب ممکنه هم از بافایده باشه. یعنی در رأی دادن احتمال فایده وجود داره، در رأی ندادن هیچ احتمال فایده‌ای وجود نداره. و اما پاسخ به سؤال ایشون که آخرین حرف من خطاب به مردد این چیه؟ آخرین حرف من این است که در کار خیر حاجت هیچ استخاره نیست. اما شعبده انتخابات 11 اسفند به فضاحتی برای خامنه‌ای تبدیل شد. تحریم انتخابات خامنه‌ای و خالی بودن حوزه‌های نمایش انتخابات به حدی بود که حتی رسانه‌های خود رژیم هم مجبور شدند به آن اعتراف کنند. در این شرایط آمارسازی‌های خامنه‌ای هم دردی از او دوا نکرد و به فضاحت بیشتر تبدیل شد. روزنامه حکومتی همدلی در تیتر درشتی نوشت: تأملی بر چرایی کاهش میزان مشارکت مردم در انتخابات، نتیجه تمامیت خواهی. همین روزنامه در مقاله دیگر نوشت: شکست چنارهای اصولگرا از پاجوشها. روزنامه حکومتی آرمان ملی به علت کاهش مشارکت پرداخت. روزنامه حکومتی ستاره صبح هم نوشت: پیام کاهش مشارکت چیست؟ این روزنامه همچنین از قول فلاحت پیشه عضو پیشین مجلس رژیم نوشت: نتایج نشان می‌دهد انتخابات مجلس شکست است، نه پیروزی. ستاد اجتماعی مجاهدین در داخل کشور اعلام کرد بر اساس بررسی‌ها نزدیک به 2000 شعبه رأی‌گیری در شهرها و مناطق مختلف کشور که از ساعت 8 صبح تا 24 بیوقفه مورد مانیتور قرار گرفت، درصد شرکت کنندگان 8.2% معادل 5 میلیون نفر بوده. رهبر مقاومت برادر مجاهد مسعود رجوی در پیامی در این رابطه گفت: به یاران شورشگر و نیروهای انقلاب دموکراتیک نوین، خلق قهرمان و شورشگران آزادی ستان پیروزی ساختند. شعار دیرین مقاومت رأی من سرنگونی است فراگیر شد. خامنه‌ای در شکست فجیع در مهندسی انتخاباتش بخش عمده منافع حاصل از خونریزی و کشتارها در غزه را از دست داد. در مرداب انتخاباتی فرو رفت که از روز اول سال 1402 پس از سرکوب قیام 1401 به طور مستمر بر آن پا می‌کوبید. در داخل ایران و در منطقه و در سطح بین المللی مفتضح و مضحکه شد. اکنون باید مانند شاه صدای انقلاب مردم ایران را شنیده باشد. ضعف مفرط خلیفه فرتوت ارتجاع و حاکمیت نامشروع آخوندی ثابت و برملا شد. نتیجه عملی این وضعیت برای ما شعله ور شدن و شعله ور کردن دوباره قیام هاست. برای آن از هر جهت آماده شوید و کم بها ندهید. شورشگران پیروزی می سازند.